این چرا داشت میافتاد؟ تمام زندگی من تو این کیفه‌سا. ببین این بیفته مثلا یه جورایی داداش تمومه، میدونی مثلا با خاک یکسان میشم. حالا چطوری؟ ببین استانبول یه جوری گرمه که مثلا من اگه تخم مرغو الان این شیشه رو بدم پایین، تخم مرغو اینجوری بگیرم دستم، یه مسیری رو طی کنم تا آخر مثلا همین رایدن تا که با همیم، میتونم بشکنمش بخورم، مثلا آب پز میشه، اصلا جب نمیدم بهت، همینقدر گرمه. یکی نیست بگی آخه خب گوسفند اینقدر گرمه این چرا تنته، شاید پتوه، شاید این سوالا همه تو ذهنت پیش بیاد و اینا، ولی میخوام برات توضیح بدم که چرا واقعا این چرا تنمه. ببین من رو دور تندم، یه بار تو یکی از ولاگا گفتم که زندگی من شبیه فیلم ران لولا رانه. مثلا دیدی اون فیلم رو یا نه؟ من اصلا میگم مثلا از یه گوش میگیری میدی بیرون، گوش کن دیگه، ایسی بهت میگم مثلا نگاه کن باحاله، یعنی من میشناسم دیگه بعد این همه مدت، چرت و پرت که بهت پیشنهاد نمیکنم. حالا اصلا چرا دعوا دارم اینقدر من رو دور تندم و اینا؟ به خاطر اینه که یه اتفاقی افتاد، الان قشنگ میخوام برات تعریف کنم. چند ماه پیش یا مثلا یه سال پیش من گفتم آقا من 30 سالم شد، آخرین باری که مثلا یه سفر مثلا اروپا رفتم فکر کنم بچه بودم، یعنی با مامان بابام رفتم، بیام برم پاسپورتو بدم، شاید یه ویزا دادن، ما مثلا یه اسپانیایی رفتیم یه جای 2-3 روز رفتیم مثلا خوش گذشت دیگه، بالاخره ولاگ میگیرم منم که دست خالی بر نمیگردم، که همیشه خاطره تصویریمو 4K که نه فول اچ دی ریکورد میکنم. گفتم بذارم سفارت اسپانیا، رفتم سفارت اسپانیا، گفت مثلا برای چی میخوای بری؟ گفتم خب میخوام برم دوستمو ببینم. گفت خب کافی نیست، یعنی چی مثلا دوستت کیه؟ به دوست امیرعفی اون موقع اسپانیا بود، بهش گفتم آقا یه نامه بده به من که مثلا تو اونجا داری درس میخونی و اینا، رفیقت هم مثلا میخواد بیاد ببینتت. گفت خیلی خوب، آ بماند که اصلا نامه نوشت، کوشر نوشت داد به من، میدونی چی دارم بهت میگم؟ یه نامه نوشت که من مثلا امیر مثلا فلان اینجا دارم زندگی میکنم، دوستم میخواد منو بیاد ببینه. خب اینجوری نمیشه که، من منظورم این بود مثلا به دانشگاهات بگی که مهر دانشگاه بخوره، تایید کنن که تو اونجا داری زندگی میکنی فلان، یه یعنی چی از رو شکمش نیستی. نوشت داد به ما، ما هم همونو بردیم سفارت، بعد 2 ماه جواب اومد که هوش گلدی نیز کنسله، نمیتونی بری. دلیل چی بود؟ دلایل کافی برای سفر به اسپانیا شما نداری. حالا من نمیم دلیل کافی چی، آقا میخوام برم مثلا سانتیاگو برنابئو رو ببینم دیگه، اصلا دلیل مهمتری من میخوام برم اورانیوم غنی کنم که. حالا ما گفتیم از این بعد میگن 6 ماه 7 ماه اینا که بگذره تو دوباره میتونی درخواست بدی، اصلا اون هیستوری و همه این داستانای تو پاک میشه. آقا ما رفتیم پیش یه وکیله، بعد اصلا میگن این داستانا رو اصلا لازم نیست پیش وکیل بری، خودت هم میتونی انجام بدی، ولی من چون اون سری خودم انجام دادم ان شدم، گفتم بذار حالا یه ذره پول مثلا بیشتر میدم به یه وکیل اون انجام بده دیگه، حالا حداقل اگه ان شدیم بگم آقا این سری دیگه اون بود. آقا ما رفتیم پیش وکیله من گفت تو شرایطت برای اینکه بخوای بری مثلا 70% 70-80% نمیگیری، 20% میگیری واقعا اوکی؟ گفتم آقا آلین، یعنی برو بریم، بالاخره باید تست کنم دیگه، نمیشه که همینجوری. گفت باشه فرام. بعد هی من میگم آقا چرا نمیگیرم، اینم دلیل منطقیه. میگه آقا پسر مجردی، الان سنت هم سنه مثلا تحصیل محصیل و اینا نیستش، یهو میری اونجا میمونی. بعد گفتم خب حالا باشه، حالا ببین چه جوریه. خلاص گفت چیا میتونی ارائه بدی؟ گفتم آقا مثلا این اینستاگراممه، این مثلا یوتیوبمه، بگو آقا میخواد بره اونجا ولاگ بگیره، کشورتون رو مثلا نشون بده مثلا به هموطناش، من چه میدونم، یه چیزی پر کن اونجا دیگه. گفت خیر. اینا رو نوشت و اینا داد به من، گفت ببین برو یه ما دو ما هم وایسا، ولی من میگم نمیگیری. گفتم حالا چرا اینقدر آیه مثلا یس میخونی؟ گفت میخوام یعنی حواست باشه. گفتم باش آقا. این قضیه تموم شد دیروز، برای من ایمیل اومد بیا پاسپورتو بگیر. حالا تو میدونی که موقعی که برات ایمیل میاد یا کلن این داستانو بهت میگن، بهت نمیگن تو ویزا گرفتی یا نگرفتی، مثلا عین تخم مرغ شانسیه، میگه بیا مثلا پاسپورت تو بگی، میری پاسپورتو میگیری، با استرس برگا رو میزنی بره جلو ببینی ویزا توش هست یا نه. سری قبلی که من برای اسپانیا اقدام کرده بودم گفتش که همین جوری شد، رفتم مثلا چه که این سگه رو من نزنم بکشم، یعنی گوسفند البته ماشاءالله دیگه. اون سری هم همین شد، پاسپورت رو گرفتم، لاش یه برگه بود که نوشته بود مثلا دلایل کافی نداری. این سری رفتم
پاسپورت رو گرفتم اینم برگه نیست. گفتم خب پس دیگه ویزا خورده. ورق زدم میدم همون وسط ویزا رو دیدم، به من ویزا دادن. یعنی برام خیلی عجیب بود چون اصلا توقع نداشتم ویزا بگیرم. حالا اینجاش خیلی جالبه، ویزا رو دادم، منم مثلا تو خونم عروسی بود، ای بعد سری برنامه ریزی کنیم مثلا یه ما دیگه راحت مثلا بریم و اینا. نگاه کردم تاریخو، الانی که داریم با هم صحبت میکنیم 19 هفته 2023، حالا من نمیدونم دیگه کی داری میبینی چی شده فلان و اینا. دیدم خورده از 14 هفته 2023 تا 25 هفته 2023، یعنی 6 روز دیگه از همین الان ویزای من تموم میشه، من باید اروپا رو ترک کرده باشم. منو میگی؟ گفتم من اصلا الان یعنی چی، کجا باید چیکار باید بکنم؟ من کلن هم کاراکتر من یه جوریه، من باید برنامه ریزی کنم، همینجور مثلا رو هوا نمیتونم. من باید من یه شمال میخوام برم، از یک هفته قبل باید همه چی رو حساب کتاب باشه، مثلا چند سیخ کباب اونجا داریم، چیه سیستم اینا رو بدونم دیگه. بعد میخوای اروپا بری همینجوری یهو بری؟ آقا من دیروز هی زنگ بزن به این، زنگ بزن به اونم، رفیقت اون کجا، این یکی کجا، زنگ زدم 10 نفر آدم به هر جای مختلف اروپا، بعد ورود من باید از ایتالیا باشه. گفتم خیر، خب من مثلا ایتالیا که خب دنیا رو میشناسم، حالا با دنیا هم امکان نمی، همونو بلیت گرفتم الان که داری این ویدیو رو میبینی، یا من توی پروازم و دارم میرم، یا چند ساعت بعد از این ویدیو دارم میرم و همینقدر غیر منتظره اینه تو، چون تو اگه ویزا بگیری نری خیلی چیز بدیه، یا مثلا دیگه سری بعد واقعا انم دستت نمیدن، یا ما بهت ویزا دادیم، حالا کاری نداریم احمق ویزای این مدلی به ما داده ها. یعنی اصلا یا من مگه آدم تو هم هر موقع تو میگی برم؟ که من خودم برای خودم برنامه دارم و اینا، ولی خب مثل که آدمشم، یعنی هر موقع اون میگه باید برم. بعد خلاصه من نشستم برنامه ریزی کردم، آقا من میرم مثلا ولاگ میرم فلان فلان، کلنم 4 روز وقت 4-5 روز وقت دارم دیگه. خلاصه از بعد از این ویدیویی که الان داری میبینی یه دونه پلنت میبینی که همین امروز باید ریکورد شه. یعنی تو ببین چقدر برنامه ها تو هم دیگه است. یعنی من امروز باید پلنتو بگیرم، الان اینجا داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، بعدم باید یه سوارشم برم، همینجوری. خلاصه موضوع رایدنتا که امروز گفتم بذار مرتبط باشه به این داستان، که بیا ببینیم اصلا ما کلن تنهایی بیشتر مسافرت به همون حال میده، یا مثلا رفیقمون با همون باشه. اینا دوتا دنیای مختلفه ها. مثلا از دیروز چه هم مثلا با کیاره اشباد دوستام که صحبت میکنم میگم آخه با این با حال نیست، من دوست داشتم مثلا چه میدونم یکی دیگه دوستام باشه، سر فرصت از قبل برنامه ریزی کنیم، اون موقع اون بیاد الان این بره، من الان زنگ بزنم مثلا به فلانی که تو مثلا هلند میشناسم بگم آقا یه بلیط بگی بیا فلان جا منو ببین، چون من که نمیتونم یهو برم همه جا رو نگاه کنم و اینا. در نتیجه بیشتر این سفر من قراره تنها باشم، یا نهایتا قراره یکی دو تا دوستامو ببینم، که خب باحال نیست. حالا تو میتونی بیای تهدیدو تبدیل به فرصت کنی، یعنی بگی خب من تنها هم باش بریم ببینیم چیکار کنیم، مثلا بریم این ور رو ببینیم اون ور رو ببینیم، نمیدونم با این بگردیم با اون بگردیم. بعد من بیشتر دوست دارم با خارجیات ارتباط بگیرم، اگه بشه. حالا میبینی کات مثلا تو رستوران ایرانی نشستیم داریم حکم بازی میکنیم، اصلا زندگی قابل پیش بینی نیست، یعنی اصلا تو نمیدونی قرار چه اتفاقی بیفته. بیشتر من خودم به شخصه ترجیح میدم اون اکیپ دور هم دیگه باشیم. اون ولاگری که گذاشتم بلند شدیم با دوستای عرفان رفتیم کمپ، کمپ که نکردیم، که یه تو جنگل یه دونه نیمکت بود رفتیم اونجا نشستیم مثلا آتیش روشن کردیم و اینا. آقا من اون مدلی حال میکنم، دوست دارم که یه اکیپی باشه، با اینکه من شاید هر کی من نزدیک میبینه خیلی کلم تو خودم باشه، کلم تو خودم باشه که نه، یعنی همش سرم پایینه درگیر یا موبایلم یا نمیدونم نیستم تو جمع، یعنی چاری که من. ولی بیشتر دوست دارم برنامه ریزی یه جوری باشه که جمعی همه عشق و حال کنیم، مثلا با هم دیگه برنامه بکنیم. این الان یه جور الان من میرم تو این تونله، تو احتمالاً دوباره منو برای چند ثانیه آخر نمیبینی. خلاصه بیا یه چیزی به من بگو، دو تا چیز به من بگو. یکی این که کی داره این ویدیو رو میبینه و ایتالیاس، مشخصا روم، چون من روم میرم و بارسلونا، این دوتا جاهایی که من میرم، هر کیم داره اینو میبینه و اونجاست به من همین الان بگه، یا تو کامنت بنویس یا بیا تو اینستاگرام بنویس، حداقل تا اونجا دارم میام دوتا دوست پیدا کنیم دیگه، دوتا آدم ببینیم آشناشیم، نه بیرون بریم قهوه بخوریم اصلا آبجو بخوریم، یک اتفاقی بیفته.
این از این. چیز دیگه ای که میخواستم بهت بگم این بود که استاد آنچون راجع به اون ویدیو صحبت کردم که استاد فرهانی بود و با دوستاش رفتیم بیرون و اینا، آقا اون موزیک استاد فرهانی تموم شد، میکسش هم کردن. اگه بدونی پشت اون این موزیک چه قولایی هستن، یعنی پشمات میریزه. مثلا بیتو کیه ها درست کردم، تکستو کیه ها نوشت، اصلا واقعا شاید راضی، قطعا راضی نیستن اسمی ازشون برده بشه، ولی بیا نگاه کن اصلا چی شد. آقا موزیک ویدیوش هم من میخواستم بگیرم رفت. یزید میخواستیم بریم، بیا ببین چی شد، اجازه بده. من میترسم چون یه سمپل داره اولش، میترسم این سمپله یه او چیز کنه، لو بده، لو نده، یعنی منظورم اینه کپی رایت بخوره. حالا باز از ثانیه وسطش میذارم، گوش کن. ببین اومدنت از خودت بود، ولی رفتنت با منه. اصلا با کی؟ اصلا دشمنت کیه؟ گاز آب جان اگه بپره خیلی یارو سرویس میکنم، حواستو. از اینجا شاید بتونی حدس بزنی اگه اونو بشناسی. سرویس میکنم، حواستون خودتون باشه. بیا اینجا روی حالا رپ میخونم برات بعد سی نواز رپ بخونه دیگه، هر کسی صدام رسید از رام سر استانبول کارو حفظ کرده پاشو مجلسی میرم سلامتی شهر. واقعا حفظ کردم این کار رو، بعد کلا سه تا بیته، الان این شد یه بیت. حالا بیا اینجا شد بخو جلش نره تو چه شد اینجا رو درام سر استانبول کارو حفظ کرده پاشو مجلسی میرم سلامتیش الان یه شد به تو کلش نره تو چه شد من میخونم میخوری فشا واسه تبلیغ میره پاسا نشد جهیدن شده. سلام علیکم آقا ببین ادلیپاش بومبه، یه دقایس میره پرسن نشد جهیدن شدم عشق بدل کلی برنامه فقط برنامه عرق خوری حسلم سر میره با تو تو زنگ میپیچیم همه خونم همه توکلی من از سردر. آخه نمیدونی اینا همه از این اسماس که مثلا تو باید سیستم پشت رو دیم، من پاز میکنم این جدی و کپی رایت میخوره ها، چون بیته معلوم نیست یهو از کجا سمپله و اینا، نمیدونی از کجا اومده. یهو سر این داستان دوست ندارم رایدن تا که اون به چخ بره، ولی همه یه رفیق داریم. خب این خیلی باله اینو بگم و اصلا بحث رو ببندیم چون یه بیتش مونده، بزن یه بیترم گوش کنیم بعد بگیم. یارانی ببین اینجا اصلا از خبر نمی میدونم توی رپ دارین عرفان زیاد، ولی یه دونه از عرفان فرهانی. اصلا عرفان پایدار رو چرا دیس کردی یهو یزید؟ میگه میدونم تو رپ دارین عرفان زیاد، ولی یه دونه از عرفان فرهانی. اصلا چه جوری میشه من نمیفهم. اینو قسم بگم همیشه تو هر اکیپی یه نفر هست که اصلا مثل یه تیکه ماه میمونه، انگار اینو صبح تا شب اتوش کشیدی، خب ولی تمام بدبختی ها سر اون خراب میشه. نمیخوام بگم اون منم ها قرمون صدقه خودم برم، نه اون من نیستم، مثلا میزو میچینه، اصلا سفره داره دیگه، لاتیشو بخوام بهت بگم طرف در خونش روی همه بازه، همه بدبختی هم سرش خراب میشه، با پلیس باید درگیر باشه، با همسایه باید درگیر باشه، نه اصلا کلن باید جمع کنه اکیپو دیگه. میدونی چی بهت میگم؟ این محمد توکلی که میگه اون کاراکتر است، یعنی اونیه که خودش تو اوج اون سیستم مستی و اینایی که داره باید جور رفیقاش هم بکشه دیگه، باید حواسش باشه یهو عرفان زیاد نره، من زیاد نرم فلان و اینا. بعد اینه که بعد فکر کنم همه از اینا داریم تو اکیپ، نمیدونم اگه تو هم داری بهم بگو. پس من همینجا پارک کنم چون که منطقیه همینجا اگه بذاریم. همین ببین الان با این حساب من نمیدونم واقعا باید چیکار کنم، یعنی سریع الان. آها بعد اینو بهت بگم، بعد اصلا من بار نمیتونم ببرم، یا من اصلا نمیدونم چرا همچین بلیتی وجود داره. رفتم بلیت گرفتم برای هواپیماسه صحبت کردم، بلیت اینجا به اونجا رو گرفتم، اونجا به اون یکی جا رو هم گرفتم، بعد از اونجا به اینجا رو هم گرفتم. خب بعد میگم خب مثلا احتمالاً بخوام یه ساک مثلا کوچیک ببرم، بالاخره 4 تا کف، حالا 4 تا نه مثلا 2 تا کفش بذارین، من می‌خواستم میکروفونم هم ببرم اونجا، مثلا شاید ویدیو بگیرم و اینا، حالا دیگه باید این میکروفون کوچیک‌تر ببرم. بعد یهو اون خانومه که می‌خواست برام بلیط بگیره گفت نه نمی‌تونی. گفتم یعنی چی نمی‌تونی؟ گفت خب نه دیگه نمیشه، اونجا بخوای بری باید مثلا با همین کولهه بری، اما من با این باید برم. گفتم من اصلا این تو هیچی جا نمی، یعنی من باید فقط این تو لپتاپمو بذارم بریم دیگه، الهی به امید تو. گفت بله همین جوریه، اگه بخوای اونجوری باشه مثلا واقعا باید پول یه آدم دیگر رو بدی برای اینکه مثلا تو هواپیما که نه توی
آره دیگه، برای اینکه توی کابین تو کدوم میشه اینو، اینو میتونی تو کابین ببری، اونو میتونی بدی تو خود هواپیما. گفت بخوام اونجوری باشه، بعد مثلا انگار پول دو نفر آدم داری میدی، متو یه آدمو داری میفرستی مثلا اون پایین تو چیز کارگو. گفتم نمیخوام با همین میرم دیگه، حالا 5 روز دیگه چیکار، مثلا حوله نمیتونم ببرم، برو حوله یارو رو باید برام بگیرم. همین خلاصه بسته‌بندی کردن که نداریم، هیچی هم که لازم نیست ببریم، همین دیگه، دو تا لباس و زیر لباس و اینا رو میذاریم توش میریم دیگه، یه کفش. بعد دیگه ببین با من در ارتباط باشین تو رو خدا، من اونجا تنها هم ناراحت میشم، با هم دیگه صحبت کنیم، مثلا مسیج بدین حالمو بپرس، یعنی یه جوری باشه که بهم بگین چیکار کنم، ویدیو اونجا چی بگم، اگه قبلا رفتین این دو تا شهر رو بگین کجا برم باحاله، حالا خارج از همه این شوخی ها و اینا، چون گنگم دیگه اصلا نمیدونم با چیکار کنم، کامنت بذارین تو کامنت بگین، یا اصلا اگه کامنت نمیخوای بذاری تو دایرکت بیا بگو نمیدونم. همین دیگه، دمت گرم دیگه. اگه رایدن تاک میشد مثلا اونجا بگیرم چقدر باحال بود، ولی پایه دوربینمو نمیتونم ببرم. بلش مراقب خودت باش، میبینمت، خیلی مراقب باش.